تصمیم کمیسیون اروپا مبنی بر لزوم پرداخت مالیات های تصفیه نشده شرکت آمریکایی اپل به جمهوری ایرلند با اعتراض این شرکت و دولت ایرلند روبرو شد شرکت اپل به دنبال توافق با دولت ایرلند از تسهیلات مالیاتی در این کشور بهره شده بود اپل مقری در ایرلند دارد رقم 13 میلیارد یورو مالیات پرداخت نشده از سوی اپل معادل نزدیک به یک سوم درآمد مالیاتی ایرلند در سال 2015 محسوب می شود این رقم همچنین از بودجه سالانه دولت ایرلند در حوزه سلامت بیشتر است اگر بنا به تقسیم این رقم بین جمعیت 4 میلیون و 600 هزار نفری ایرلند باشد، هر شهروند ایرلندی رقمی معادل 2830 یورو دریافت خواهد کرد. بر اساس داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، مالیات شرکت ها در فرانسه با بیش از 34 درصد از سایر کشورهای اروپایی بیشتر است. بلژیک، پرتغال و ایتالیا به ترتیب با 33، 28 و 27.5 درصد در رده های بعدی قرار دارند. در حالی که مالیات بر سود در جمهوری ایرلند 12.5 درصد در نظر گرفته شده اما بنا به اعلام کمیسیون اروپا شرکت اپل برای سود اروپایی خود تنها بین 5 درصد در تا 1 درصد مالیات پرداخت کرده است مطمئنا موارد بیشتری پیش خواهد آمد و شکی نیست که شرکت های آمریکایی جذاب ترین اهداف چنین پرونده هایی هستند شرکت های آمریکایی در امر کسب و کار در اروپا بدون پرداخت مالیات هنگفت بسیار کارآمد بودند اکنون فضای سیاسی اختزام می کند که از این پس آنها مالیات بپردازند در صورت عدم تغییر تصمیم کمیسیون اروپا در تجدید نظرخواهی شرکت اپل مجبور به پرداخت مالیات های به تعویق افتاده خود به دولت ایرلند خواهد شد با این حال وچه این کشور به عنوان محل استقرار شرکت های چند ملیتی همچون آمازون و گوگل در دراز مدت خدشه دار خواهد شد به نظرم این به دلیل تصمیم حساب شده اتحادیه اروپا است که شرکت های فناوری بزرگ همچنان مایل به فعالیت در اروپا هستند با این حال اگر شما برای تصمیم به سرمایه گذاری امکان انتخاب بین آسیا و اروپا و امریکا داشته باشید ممکن است از حالا به بعد این کار را در جایی بجز کشورهای اتحادیه اروپا انجام دهید تصمیم کمیسیون اروپا همزمان با کارزار انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا میتواند بحث بر سر میزان مالیات بر سود شرکتها را به بحثی انتخاباتی تبدیل کند A ja. week.